زنان تروریست داعشی در اردوگاه الهول در سوریه اندیشه های افراطی را تقویت می کنند. به گزارش شیوز، روزنامه انگلیسی نشنال در گزارشی با بیان این مطلب افزود، طرفداران گروهک تروریستی داعش به صورت غیرقانونی در داخل اردوگاه اقدام به محاکمه می کنند و یکی از آوارگان به خاطر انتقاد از این گروهک مورد اصابت چاقو قرار گرفت. به گزارش این روزنامه آمده است، در اردوگاه الهول 65,000 نفر که بیش از نیمی از آنها کودک هستند زندگی می کنند و اینان به مدت 5 سال از تحصیل در مدرسه جدا شده یا توسط گروهک تروریستی داعش آموزش دیدند و در سایه خلافت این گروهک زندگی کردند. این روزنامه ادامه داد، بسیار از این کودکان تنها یک سبک زندگی، یعنی سبک زندگی داعشی را می شناسند و مادرانشان آنها را مجبور می کنند که چهره خود را بپوشانند و همچنین هنگامی که یک نفر به قوانینی که داعشی ها به دور از چشم نگهبانان تحمیل می کنند پایبند نباشد، به سیاق دادگاه های داعشی محاکمه می شود. روزنامه نشنال تصریح کرد، برخی از زنان داعشی به دنبال ایجاد و بازگرداندن آنچه خلافت داعش نامیده می شود هستند. این زنان در اردوگاه ها می چرخند و همچون زمانی که زندگی مردم تحت سیطره داعش بود، بر زنان دیگر نظارت می کنند.